سلام خدا، سلام. من وحید رحمانی فرد هستم و این 11 ویدیو از مجموعه آموزشی Node.js هست که از طریق کانال آموزشی VR for Education تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. در این جلسه قصد داریم به بررسی ماژول HTTP بپردازیم. این ماژول یکی از اصلی ترین ماژول های نود هست و اساساً وقتی قرار در سمت بک اند کار کنیم ما باید از این ماژول استفاده کنیم. وظیفه اصلی این ماژول ایجاد یک سرور در قسمت بک اند ما هست که منتظر دریافت ریکوست های ورودی از سمت کلاینت میمونه و اون رو در اختیار ما قرار میده و ما بر اساس ریکوست های دریافتی میتونیم یک جواب، حالا از دیتابیس بخونیم اطلاعات رو، از یک سرویس دیگه استفاده کنیم، از توی فایل اطلاعات رو برداریم، کارهای مختلفی رو انجام بدیم، جواب رو آماده کنیم و به کلاینت ارسال کنیم. در دنیای امروزی البته به صورت مستقیم از این ماژول HTTP استفاده نمی‌کنم. از یک سری لایبرری های دیگه مثل اکسپرس که بر روی این ماژول ایجاد شده استفاده میکنم. چرا؟ چون که اون ماژول ها، حالا یا لایبرری های مثل اکسپرس، کار رو به صورت ساختمند شده تر در اختیار ما قرار میده و ما مدیریت بهتر روی قسمت بک اند ما خواهیم داشت. اما خب به عنوان یک دیولپر و یک نفری که قرار با نود جی اس کار کنه، آشنایی با این ماژول هم خالی از لطف نیست. درک این ماژول میتونه به شما در کار با لایبرری های مثل اکسپرس هم خیلی کمک کنه. با ما در بخش عملی همراه باشید. خب به VS Code میایم تا بررسی عملی ماژول HTTP رو شروع کنیم. با توجه به اینکه گستره مطالبی که میخوایم ارائه کنیم زیاد هست، این ماژول رو در 2 جلسه بررسی میکنیم. در این جلسه مقدمات کار با ماژول و نحوه آماده کردن جواب برای ریکوست هایی که دریافت میکنه میپردازیم و در جلسه بعد سراغ نحوه استفاده از ماژول HTTP برای ارسال یک درخواست به یک سرور دیگه، یک سرویس دیگه، و دریافت جواب و آماده کردن جواب برای کلاینت خودمون میریم. خب نگران نباشین، همه رو براتون توضیح میدیم. گفتیم که از HTTP ما برای ایجاد یک سرور استفاده میکنیم در قسمت بک اندمون که ریکوست هایی رو از طریق مرورگر به اون ارسال کنیم و جواب هایی رو بگیریم. خب برای این کار ابتدای کار لازم داریم که ماژول HTTP رو بیاریم به فایل خودمون. این که require اسم ماژول هم که HTTP هست. حالا ماژول HTTP هم هست که جلسه بعد کوچولو در با اون هم صحبت میکنیم. خب من ماژول HTTP رو آوردمش. اولین گام خب ماژول HTTP که اومد، من باید اول کار یه دونه سرور کرییت کنم که خیلی راحت میگیم http.createserver. create server اون سرور بک‌اند ما رو که قرار ریکوست ها به اون ارسال بشن و ما از طریق اون جوابی رو آماده کنیم و به کلاینت برگردونیم ایجاد میکنه و میگه یه متد به من بدین با دو تا پارامتر ریکوست و ریسپانس. من ریکوستی که ارسال میشه رو به شما میدم، شما بر اساس اون یه تصمیم گیری بکنید که چه چیزی میخواد تولید کنید و برگردونید و اون رو توی شیر ریسپانس قرار بدین، به من بدین که من بدم به کاربر نهایی براش. خب این سرور کرییت کردن تمام ماجرا نیستش. من سرور رو باید راه اندازی کنم که روی یک پورت شروع کنه به گوش کردن برای دریافت ریکوست هایی که ما از طریق مرورگر ارسال میکنیم. پس میتونید از متد دات لیسن استفاده کنید. ببینید روی پورت برو مثلا 8080 شروع کن به گوش کردن. و خب اینجا یه دونه کنسول دات لاگ میزنیم که توی حالا زمان دیباگ بدیم سرور من استارت شده. ببینید سرور استارتد. اوکی. حالا یه سری کدهای ما بعد اینجا داشته باشیم دیگه. یه وقتی هم میان این تیپی میگن کاست سرور، یه متعای سرور تعریف میکنیم و لیسن رو بعدا روی اون سرور صدا میزنیم، میگیم سرور دات لیسن. فرق نمیکنه، هر جور که شما راحت. خب من ریکوستم بچه هر ریکوستی که اینجا بدم، خب اوکی فرض کن من مثلا دارم روی پورت 8080 گوش میدم، یعنی که چی؟ من اگر بیام توی مرورگرم بنویسم لوکال هاست 8080، این میاد به این سمت سرور من که حالا فعلا چیزی نیست. البته حالا اگه انتهاش مثلا اسلش ادات باشه، اسلش یوزر، هر چیزی، اسلش لاگین، هر چیزی که باشه میاد به این قسمت. من بر اساس یو آر الی که وارد میشه بعد تصمیم بگیرم چیکار کنیم. خب کار از ساده ترین حالت میخوایم شروع کنیم. میام میگم که هر ریکوستی من اصلا من کار ندارم چیه، بگو ریسپانس دات رایت، میخوام یه جواب به کاربر بدم، اسمش هم حالا طبق قاعده اصلی دنیای برسی میذارم هلو بورد. اولین بار داریم این کارو میکنیم و بعدا میگیم رز دات اند. میام هر ریکوست رو فرق نمیده این هلو بورد رو بهش پاس بده برگرده. خب اینجا کافی میام بگیم نود اپ، سرورم استارت شد، هیچ مشکلی نداشت. اینجا اگه رفرش کنم میبینی که ریکوست من رفت و هلو ورلد برای من برگشت داده شد. حالا من اگه انتهایی میام مثلا این اسلش about هر چیزی هستم،
هیچ فرقی نمیکنه، دوباره میره همون جوابو میده. چرا؟ چون من گفتم هر ریکوستی اومد اینو برگردون. و معمولا سعی کنید توی حالا برگشت جواب هاتون تایپتون رو هم مشخص کنید و استاتوس کدتون رو میتونید برای ما برای مرورگر حالا مفید باشه. بگیم یه دونه رایت هد دارم من، یه استاتوس کد میگم خب موفق بوده به اینجا رسیده، من میخوام بهش با 200 جواب برگردونم. استاتوس کد 200 رو بده. و یه شای جیسون هم میخوام بگم کانتنت داش تایپ شما برای این مثال خب تکست سلش پلین هست که حالا تکست سلش HTML و تکست سلش ببخشید اپلیکیشن سلش جیسون هم داریم که بعدا با هم اونها رو هم بررسی میکنیم. خب این ساده ترین سروری بود که من میتونستم بسازم. حالا این تکست پلین کجا قرار میگیره؟ من یکم اینجا رو بزرگتر کنم، سرویس هم استارت کنم و مجدد استارت کنم. توی مرورگر دیولپر آپشن رو بیاریم که حالا با فشردن کلید F12 توی کروم میتونیم اون رو داشته باشیم. بریم توی تگ نتورک. اینجا من میگم که رفرش کن. ببینید که اینجا یه دونه ریکوست برای لوکال هاست 8080/about ارسال کرده. حالا این قسمت استاتوس کد 200 رو داریم و هدر هم تکست کانتنت تایپش توی ریسپانس هدر کانتنت تایپ تکست پلین هستش که حالا بعدا میدیم ببینیم به چه دردی خواهد خورد. خب اینو یکم کوچیک کنیم بیایم اینجا. خب کار بعدی که میخوایم بکنیم چیه؟ من میخوام همه رو که نمیخوام یه جواب بدم. فرض کن اگر اینجا لوکال هاست استش خالی بود، میخوام بیام بگم که زمان جاری سرور رو ارسال کن. اگر استش اباوت بود بنویسم اباوت مای سایت، اگر این صورت هم یه پیغام خطا بده میام ریکوست برای من ولید نیستش. خب بعد بیام بریم اینجا یه کاری انجام بدیم. توی قسمت کریسیور هم یه دونه ساختار تصمیم گیری میخواییم دیگه، قرار بگیم اگر فلان URL ارسال شده باید فلان کار کنیم. میگه اگر ریکوست درخواستی که اومد URLش مصاحب مصاحب با اسلش بود، خب اینجا بیا اینو برمیداریم. خب میگم که این بار بگیم application.json میخوام بگیم application.json، من application.json میخوام بهت بدم و خب مقدار چیه؟ میگم برو از کلاس جیسون استفاده کن دات استرینگیفای. یه شی جیسون رو میدم اینو استرینگیفایش کن برام، استرینگشون که بتونم بفرستم. خب میگم زمان جاری سیستم مساوی با نیو از کلاس دیت استفاده میکنیم، نیو دیت رو میدم و انت. خب اینجا دوباره یه دونه ایف دیگه میذارم، میگم اگه ریکوست دات یو آر ال مساوی 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 با استرش باف مثلا اینا رو برداریم بریم. میگم شما بیاین ایدونه تکست میخوام بدم از پیغام مزاحم، میگیم تکست سلش پلی و اینجا هم دیگه جیسون استرینگ فایل نمیخوام، میگیم که about this site دات دات دات. حالا غیر این صورت هم بیا بدون res dot end همراه end هم من میتونم مقدارم رو ارسال کنم، این ولی این ولی یه تکست ساده میتونی بدین ریکوست، یه برای ریکوست رو ارسال میکنی میره. خب یه بار دیگه من استارت میکنم و سرور رو استارت میکنم. اگر روی about رفرش کنم میبینی about this site رو من نشون میده. اگر بیام بگم نه برو توی هوم پیجم، یه حالا object json رو من میده که تاریخ جاری سیستم رو داره و ساعتش رو من نشون میده. و یه کار دیگه که بکنم اگر یه چیز اشتباه بزنم مثلا about یک رو بدیم دیگه invalid request بوده مثلا request بدیم about یک invalid request اومد اینجا. من توی بچه ها res.end هم میتونم یک callback function بزن که وقتی response send شد به من خبر میده. من اینجا میتونم حالا توی اون قسمت مربوط به else هم invalid request میگم من یه تابه callback دارم یا اینجا console.log کن end رو console.log end. یه نکته خیلی ریز و کوچیک اینجا وجود داره. چیه؟ اجازه بدین اجرا کنیم. من سرور رو ریستارت میکنم. اینجا من اگه رفرش کنم بچه‌ها دو تا اند به من نشون داد. چرا؟ اگر توی دیولپر آپشن دوباره بیایم و من ریکوست رو رفرش کنم می‌بینی که به صورت عادی به همراه هر ریکوست ما این ریکوست برای سیو آیکون هم داریم. که خب این یه ریکوست مجزا من اینجا ندیدمش و به من اینوالید ریکوست رو میده. خب شما میتونید یه کاری کنید توی متا تگ های سایتتون و مرورگر که اصلا دنبال این ریکوست نیاد. و اگر توی برنامه یه جاهایی دیدین که یه چیزی داره ارسال میشه و شما اون رو نمیخواید میتونید راحت رو تریسش کنید. میام اینجا به جای اند میگم ریکوست دات یو آر ال رو چاپ کن. چه یو آر الی بود که تو رسیدی به اینجا؟ اینو من بده.
خب سرور استارت میکنید، مجددا استارت و رفرش. ببینید که میگه الان شما آدرس about 11 رو داشتید و فیور کام. این دوتا رو من نتونستم هندل کنم که اون عبارت ایمیل ریکوست رو برای من ارسال کرده و من نشون میدم. خب ما دیگه فعلا با این قسمت کاری نداریم که این پیغام به ما نشون نده در ادامه کار بخوایم انجام بشه. خب ما میتونیم این قسمت بیاریم بچه HTML هم ارسال کنیم. این قسمت مهم کارمون اینجاست. چیکار میخوایم بکنیم؟ خب سرور استارت کنیم. میام میگم که اگر اسلش بودی من میخوام بگم مثلا یه تو پیغام HTML مثلا this is home page اگه اسلش کانتکت داره برای هر چیزی بودی اونجا پیغام چاپ کنم. خب من عبارت HTML هم رو چاپ کردم نوشتم میارمش که دیگه زیاد تایپش طول نشه. اینجا فقط یه نکته من باید بگم چی؟ شما تکست اسلش چی هستیم؟ HTML اطلاعاتی که ببینم تکست HTML. خب اینجا میگم تو رو دیگه نمیخوام و شما قراره این رشته رو بدی یه فایل HTML کامل. البته ما به این صورت کار نمی کنیم، اینا رو معمولا به صورت تمپلیتی داریم که حالا در مثال بعدیمون این رو خواهیم گفت بچه‌ها. خب همین هم کپی میکنم میارم اینجا میگم این بار حالا پیغام به من بگیم که this is حالا هم about بزنیم this is about page یه دونه bold هم بهش میگم یا تو هم bold dash tag b و tag slash b. اوکی پس این هم داریم خیلی اوکی شیک مشکلی نداره. ها فقط اینجا اینو حال بزن اول اجرا کنیم. من سرور استاپ میکنم و میگم نود اپ رو اجرا. خب میگم برو هوم پیج میزنه this is هوم پیج رو برای من میاره و اگر ویو پیج سورس کنید به صورت یک ساختار HTML اینجا اینو نوشتتش برای من. اوکی خب میام میگم برو توی about slash about میبینید که دوباره این هم آورد بولد شده هستش. چرا؟ چون این قسمت من بولد کردم و ساختار HTML رو هم اینجا حالا همه اینجا این قسمت داریمش توی inspect element رو به صورت HTML من کامل دارم. اگه من بیام اینجا اینو بچه ها پلین بذارم چه اتفاقی میفته؟ سرور استاپ میکنیم استارت میکنیم. برای این استاپ استارت کردن یک حالا افزونه داریم ما برای development dependency هستش به نام نودمان که در ادامه اون رو میگم فعلا سراغ اون نمیریم چون پکیج ها رو فعلا بهتون درس ندادم. خب من اینو میبندم و رفرش میکنم. میبینید که اون رشته ای که من اینجا داشتم رو اگه اینجا ویو پیج سورس کنید به صورت یه استرینگ ساده است. من اجام استرینگ اینو داریم میبینیمش. چرا؟ چون گفتم پلین HTML اینو حالا اگه تگ هم توشه ببخشید پلین تکستی اگه تگ HTML هم توشه هست این تکست لحاظ کنه اصلا لازم نیست بری پارسش کنی. خیلی وقتا ما میتونیم اینو هم ارسال نکنیم. اگه ارسال نکنیم خود اون حالا تایپ اینفرنس انجین مرورگر این کار انجام میده برای ما تایپ رو حدس میزنه. اما توصیه شده که این رو بذاریم. خب من اینجا حالا سرور استارت کنم و استارت بزنم و مجدد رفرش کنم میبینید که ساختار HTML رو دوباره دارم اینجا هم هایلایت شده هست و توی حالا inspect element رو هم میتونید توی قسمت element ها این رو به صورت HTML شده ببینید. خب این ساختار کلی بود که ما برای حالا مدیریت کردن درخواست ها داشتیم. اما خیلی وقتا درخواست ها رو ما به صورت ساده نداریم. این پارامترهای هم اینجا کنارشون هست. مثلا فرض کنید حالا بخوام یه اطلاعات کانتکت رو نشون بدیم و مثلا بگید نیمش رو آیدیش رو چیزهای مختلف رو میتونیم توی کوئری پارامتر اینجا بفرستیم. یکی از روش ها این هستش. خب ببینید اینا چجوری ما توی HTTP ماجول میتونیم هندل کنیم. کاری نداره. من یه ماجول دارم به نام URL. نمیارمش کانست URL. خب این آوردم. بچه این قسمت else هم بذاریم برگردونم. else توی else میگیم که همون res.end کن نه اوکی. خب من اینجا کافی بیام بگم که یه پارامترهایی به من داده شده آقای URL اسمشو بذارم که این model همون query string منه URL.parse برام پارس کن پویش کن. میگه چیو؟ میگه امروی request dot url رو برای من پویشش کن. اوکی یه پارامتر تو رو هم میدیم که دیفالت هم تو رو هست اما محدود یاد میدیم. این قسمت بچه ها بزنید همین رو من چاپ کنم clg dot log q. اتفاقی که اینجا میفته این هم بزنید بکنیم اشال above نه contact contact من میام صفحه کانتکت اگر بود پس مثلا پارامترهای نیم و ایج داش میخوام بهش میگم که سن و سال چقدری پیغام چاپ کنه. خب اجازه بدید اینو استارت کنیم. دات اپ رو ران کنیم.
خب من یه بار دیگه میام میگم کانتکت کانتکت. خب اگر اینو بزنم چه اتفاقی میفته؟ اگر بیایم اینجا، حالا اون شی یو آر الی که من چاپ کردم یه چیزی داره به نام داره پس اینو که برای چیز هست اسلش کانتکت. خب ما انتظار داشتیم به ما بیا این قسمت رو چاپ کنه دیگه، ریکوست یو آر ال رو، اما ریکوست یو آر ال من این بچ اسلش کانتکت خالی نیستش، من باید بیام برم از طریق این پث نیم استفاده کنم. حالا یه لحظه جا دقت کنم، من میام میگم که مثلا علامت سوال نیم مصاحب با وحید H34 پلی میکنم. این بار چی شد؟ میبینید که پث نیم من دیگه توی اون کوری آبجکتی که دارم اون کانتکت هست، یو آر ال خودش اون مسیر کامل این رو داخلش داره. پس من اینجا کافی بیام بگم که اگر برای پایین میگیم که اگر کیو دات اسمش رو بذاریم پث نیم، همه رو کپی میکنیم و همین اینجا میگیم اگر پث نیم شما هم استش کانتکت بود، فعلا اینو چاک کن، حالا با بقیه پارامترها کاری نداره. خب استاپ میکنیم و یه بار دیگه نود مال اجرا میکنیم و رفرش. ببینید که این پیغام دیس ایز اباوت پیج رو من نشون داد. چرا؟ چون من از طریق شی که پارس شده فهمیدم به اسلش کانتکت اومدیم. خب حالا پارامترها رو از کجا باید بیاریم؟ اینجا میام میگم که نود کانتکت تایپ همون تکست پلین باشه. من یه مسیجی دارم مصاحبه. بک تیکس رو می‌ذاریم، همون کاراکتر کنار حرف یک روی کیبورد. این خوبش اینه که من توی رشته استرینگ هم میتونم از متغیرهایی که دارم هم استفاده کنم با یه علامت دال پرانتز باز و بسته، دیگه نمیخواد این رشته رو ببندم. خب اینجا کافی بگم q.query.name پارامتر نیم رو من نشون بده. اوکی ای آره ایز دوباره دال q.query.query.h اسم هم پارامتر که استفاده کردیم years old. خب اینجا هم دیگه به جای ارسال این رشته میگه پاک کن بیا مسیج برای من چاپ. خب سروری باری استاپ میکنیم و کد اپ رو اجرا میکنیم. اگه من رو رفرش کنم پیغام برای من چاپ میکنه، دو تا پیغام که بالا فرستادم وحیدی 34، حالا به صورت فارسی شد 34 years old. اطلاعات رو من بهش دادم از طریق حالا ماژول یو آر ال اون رو پارس کردم، از طریق پتنه میفهمم که چه آدرسی به من وارد شده. اگر اینجا بیام اینا رو حذفشون کنم، لوکالاس 880 هوم پیج رو من نشون میده. اگر هم نه که کانتکت باشه میاد میره اون پارامترهایی که از طریق کوری استرینگ بهش ارسال کردیم و واکشی میکنه و من سایر اطلاعاتم رو نشون میده. خب اینم نحوه کلی برای ارسال پارامتر تا از طریق یو آر ال بودش. حالا ما کارهای دیگه هم خیلی میتونیم با این انجام بدیم. حالا کار بعدی که میخوایم انجام بدیم، گفتم که ما هیچوقت HTML مستقیم اینجا نمیفرستیم، میخوایم بیایم یه سری فایل، مثلا فرض کنیم فایل about و فایل main pageمون رو و یه فایل contact ایجاد کنیم به صورت تمپلیتی و اونها رو از طریق درخواستایی که دریافت میکنیم فایل ها رو بخونیم و بفرستیم. و اینجا موجود همون فایل سیستم هم میخوایم وارد کار کنیم دیگه، چون که ما این موجود رو توضیح دادیم گفتیم از یکی از مزایای دسترسی به سیستم فایل هستش. خب برای این کار چه کار باید بکنیم؟ ابتدای کار من سه تا فایل HTML میخوام ایجاد کنم توی یه پوشه. یه پوشه اینجا در نظر میگیرم، حالا نمال جلسات قبل، به نام پوشه داکس. یه فایل index.html یا از about شروع کنیم، about.html اینجا قرار میدم من. یه فایل دیگه میخوام به نام index.html و یه فایل دیگه هم میزنم به نام contact.html. خب از about شروع کنیم، من اینجا استارت کنیم سرورمون رو. من اطلاعات فایل اطلاعات HTML برای این فایل رو حالا قبلا نوشتم و اینجا کافی پیست کنم، کنترل پیست، کنترل وی که پیست کنیم. برای کانتکت هم همین رو آماده کردم، دوباره قرار میدیم پیست و برای index.html هم همین کار رو انجام. اوکی همین ایندکس. پس من تمپلیت هامو آماده کردم، یه پیغام توی هر صفحه گذاشتم. خب اینم که آخ من حالا فولدر داکس میخواستم ایجاد کنم که داکس خالی ایجاد شد. مهم نیست، حالا مسیر جاری رو میگیم بردار، این هم هست بود. و اینکه کار ساختار بندی بشه اینها رو میتونیم توی فولدر ها بذاریم که شروع و نشر اطلاعات پروژه اصلیتون. ساختار بندی کردن فایل ها همیشه پیشنهاد میشه. خب این ستا توی پوشه داکس هستم. خب این هم ما رو دیوانه کرد فوربی.
اینا ببندیم، من کارامو انجام دادم. حالا اینجا کارهایی که میخوایم انجام بدیم، گفتم ما خب قرار اختیار فایل ها رو بخونیم دیگه، اون فایل ها رو من کانتنتش رو بخونم و برگردونم. پس من اینجا به ماژول فایل سیستم هم نیاز دارم که توی جلسات قبلی ما رو یکم بررسی کردیم، میتونید برای مشاهده اطلاعات اون ماژول به حالا چند جلسه گذشته مراجعه کنید. میگم خب ماژول فایل سیستم هم بیا من باش کار دارم. خب اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ من میگم که آقا بیا یه دونه اینو متغیر میخوام یکم با هم بشکافم. میگم من پس نیمی دارم که url.parse اون ریکوست یالر هم دارم، پس نیمش اینجا به من بده که پایین نخوام بزنم q.pass name. من پس نیمو برمیدارم. خب اینا هم برداریم اینجا دیگه فعلا کاری باهاش نداریم، اینا پاک کنیم، خوب خلوت کنیم. خب چند تا حالت داریم دیگه. میگم اگر پس نیم من مساوی بود با چی اسلش، این قراره بره چیکار کنه؟ فایل index.html رو باز کنه. اگر slash about بود قرار به فایل about.html، و اگر قرار و اگر فایل بگین اگر فایل contact.html بود قرار بعد بره اون فایل برای من برداره بیاره. خب حالا اینجا کافیه چیکار کنیم؟ اینجا میگم آقا اگر slash بود پرفریم خود تغییر بده بکنش slash توی اسم فایل index.html که حالا برای اون داکس هم ثابت خودم بهت میدم. در غیر این صورت که خب اونها رو ما دیگه توی URL مون وارد کردیم، یعنی نیاز نیست ما بیم اونها رو بهش بگیم، چرا؟ چون تو خود URL اونها قرار داده شدن. خب کاری که میکنیم اینجا میگیم بیا برو فایل سیستم داد read file. اوکی read file، read file sync هم داریم که قبلا گفتیم که حالا این به صورت sync کار میکنه و توی Node.js اصلا پسندیده نیست، ما به صورت async میخوایم کار کنیم. میگه کجا دارم چی بخونم، پتش کجاست؟ میگم خب قسمت داکسش رو که من میدونم داکس. خب بعد میگم به علاوه یه پس نیم کن دات یه ساب استیار هم بهش میدیم، ساب استیار ساب استرین کردنه، یه ساب استیار یکم میمید. میگم اگه این فایل رو تونست بخون، این فایل رو تونستی بخونی یا به من گفتیم طبق این ساختار یه ارور و دیتا میده. اگر فایل به هر دلیلی نتونه بخونه که اینجا ارور فانکشنه، به هر دلیلی نتونه فایل بخونه خطا میده، من شی ارور خواهم داشت، اما اگر بتونه بخونه محتوای فایل رو به من میده برمیگردونه. اوکی حالا جهت اطلاع بیشتر اینجا بزنیم این کار رو بکنیم، بگیم این کنسول دات لاگ کن، کنسول دات لاگ پس نیم هم چاپ کنیم ببینیم چی خب اینجا میام فکر میکنیم اگر که اگر ارور رو پیدا کردی، اگر ارور وجود داشت یک کنسول دات لاگ کن و ارور رو ببینم چی بوده، بعدم بیا به گوگل از دات حالا رایت هد 404 میدیم، این بار استاتوس کدمون رو تمام فایل رو دیگه ندارم و شای جیسان های کانتنت تایپ رو هم میدیم کانتنت داش تایپ این تکست پلین بکنیم تکست سلاش پلین. اوکی این هست دیتا چیه؟ میگیم رز دات رایت کن چهارصد و چهار داش فایل نات فاوند، فایل نات فاوند ارسال. خب در غیر این صورت اگر که من فایل رو تونستم پیدا کنم چیکار کنم؟ هیچ، این دوتا خط کد رو برمیداریم، این بار میگم که شما تکست HTML هستی، پلین هست، اشتباه نمیشتی، استاتوس کدم 200ه چون دیگه موفق شدم کارم انجام بدم، و اینجا هم res.data و در انتها میگیم res.end. خب این کلیت کاری بود که ما اینجا انجام دادیم، یعنی URL رو منو گرفتیم، گفتم اگر تصمیم slash هستش رو بیاریم بالا تصمیم slash، یعنی که آقا من نتونستم، یعنی من روت رو میخوام که فایل روت هم index.html، من خودم باید این کار رو انجام بدم دیگه. بعد بریم سراغ این که فایل رو این فایل بتونه بازش کنه. اگر تونست باز کنه ما خیلی راحت میتونیم اطلاعات رو برگردونیم. اگر هم نه که ارور 404 میدیم. خب اینجا میتونم یک استاپ میکنم بعد بزنم. سرور استاپ میکنه و مجددا اجرا. یا میگیم که بیا برو توی مسیر روت. خب سرور استارت نشود، بذار ببینیم مشکل چی بود اینجا. نود اپ
امسال اختیار یک اثنین رو ما نتونستیم پیدا کنیم. خب هم بذاریم اینجا من اسمش رو بهش بدم. این رفرش. خب اینجا باز انگار نتونست کاری کنه. پث نیم من اینجا اشتباه دادیم. یه بار دیگه سرور استاپ میکنیم. بایش. خب میگم رفرش. خب میاد اینجا عرض به حضورتون اگه دقت کنید یه فایل HTML هم هست، یه فایلی که ما ساختیم HTML head body چیزهای مختلفی که براش قرار دادیم همه رو داره. چیکار کردیم؟ گفتیم اگر که اسلش وارد شدی اسلش رو دادیم، حالا اون ریکوست فاوای کنم که حالا میره هیچ بهش کار نداریم، اما اسلش وارد کرده تونسته فایل رو بخونه. خب بریم فایل اسلش about. میگه فایل not found. چرا؟ چون من about.html بچه ها باید بدم، about رو خالی بهش دادم. اگه .html بزنم میگه بعد من این صفحه رو پیدا کردم. اگه contact.html بدیم contact صفحه contact رو برای من بازیابی میکنه. خب این قسمت ها یه بار دیگه اگه بخوایم با هم مرور کنیم تمام صفحه کنیم. خب کاری که کردیم چی بوده؟ من گفتم یه منتظر یه ریکوست هم یه فایل قراره به من بدی، یه آدرسی یه دونی اون یارل که داری، من از توی این یارل با یارل پاس پت نیمه تو میکشم بیرون که اینجا مال چاپش کنیم، مهم نیست. گفتم این اسلشه قراره بری از تو پوشه داکس شما ایندکس دات اچ تی ام ال لود کنی، پس من خودم اینجا بهت میدم اینو. اگر نه فایل های دیگه هست که خب خودت گفتی دیگه، ابات و کانتکت رو داری، من سعی میکنم برم اونها رو بخونم از طریق رید فایل توی فایل سیستم. این پس دات ساب استرینگ یک هم میاد چیکار میکنه؟ این اسلش رو من اینجا ازش برداشتم، میتونم اینجا اینو بردارم. بعد خب نه اینو بذاریم باشه. چرا؟ چون که وقتی ما اون فایل رو ارسال میکنیم از سمت پایین یه اسلش about باش هست و اسلش contact.html باش هست، سابستین میگه از خونه یکم به بعدش بود، یعنی از اینجا به بعد میتونیم این کارم برده. میگه من داکس رو اینجا چیز میکنم، سابستیا رو برده اینجا عادی به هم بده، اسلش خودش میذاره دیگه. اوکی یه بار استارت کنیم، دوباره استارت کنیم نوت اپ کروم رو، میگم بیا برو این بار توی contact about this is about page رو میاره. چون دیگه من اینجا اسلش رو برداشتم، گفتم پوشه داکسی پت نیم، اما معمولا اسم پوشه رو بچه این علامت اسلش رو میذارن که توی حالت نگاه کردن بدون داریم دنبال یه پوشه میریم میگردیم و اینجا اون سابستیار رو برمیگردیم. سابستیار این از خونه یک کمش، یعنی اسلش رو دید ندیده بگیر بقیه رو بردار بیا دست هم در نکنه. افس هم میگه آقای من توی سعی میکنم برم بخونم یا ایرور دارم یا دیتا، اگر ایرور داشتی که من 404 برمیگردونم، اگر هم که دیتا داشتی من همون دیتا رو در قالب اشتینه بهت برخواهم گردون. این کلیت کار با ماژول HTTP بود که در کنار سایر ماژول ها یاره و فایل سیستم اومدیم باهاشون کار کردیم. ما در جلسه آینده میایم از HTTP برای ارسال ریکوست های حالا گت و پست به یک بک اند دیگه یه جای دیگه استفاده میکنیم که اون انشالله با هم مرور خواهیم کرد در جلسه بعدی. این ویدیو خیلی طولانی شد، امیدوارم که از مطالب این جلسه نهایت استفاده رو برده باشیم. تا جلسه بعد خدا نگهدار.